ادعا داریم، وقتی میگیم فرزند خدا، وقتی میگیم من شاهزاده هستم، وقتی که میگیم من نور و نمک هستم، وقتی میگیم من کاهن هستم، من پادشاه هستم، ما ادعا داریم دیگه. اگر ادعا داریم اعمالمون باید نشون بده، نه اون اعمالی که خدا داده. عطایا رو نمیگم. اگر من اینجا برای 100 تا مردم دعا کردم شفا گرفتن، رسول نیست. رسول چند مرده حلاجه. این که کار خدا نیست، خداست. این کار روح القدس بوده، تو نکردی رسول. امروز سهم من چرا نباید عمل بکنه؟ از این رو بهترین نمونه ای که میتونیم باشیم نسبت به اینکه کار مسیح رو به یاد میآوریم، اعمال او رو به جا بیاریم، مانند اعمال او، نه فقط کارهای خارق العاده، بلکه آنچه را که حقیقتا میتونه در مسیر عشق و محبت عمل کنه. شخصی که به خاطر دزدیایی که کرده بود و خلافایی که کرده بود مورد تعقیب قرار گرفته بود، تصمیم گرفت توی شهر خیلی کوچیک اونجا زندگی کنه. وقتی میره اونجا اینقدر گرسنه بوده، وارد یه سوپرمارکت که میشه، توی اون سوپرمارکت دستاش میلرزیده و در فکر این بوده که یه نونی رو برداره زیر پیرنش بذاره. همینطور که این دستش میلرزه، صاحب سوپرمارکت میبینه و متوجه میشه میخواد این نونو قایم کنه. خودش یه پاکت برمیداره و میاد نونو و یه مقدار خوراک دیگه هم میذاره توی این پاکت و میده به این شخص. میگه نگران نباش، هر موقع پول داشتی برای من بیار، مشکل نیست، برو. دو سه روز دیگه دوباره میاد. از بیرون سوپرمارکت داشتم تو نگاه میکردم، صاحب سوپرمارکت باز متوجه میشه که آره این احتمالاً نیازی داره. دوباره یه پاکت برمی‌داره، یه مقداری خوراک میذاره و بهش میگه بیا برادر من، دوست من، ببر، هر موقع پول داشتی بیار، هر موقع هم خواستی بیا اینجا، من بهت میدم. دوباره این میره، دوباره یک دو روز دیگه بعدش میاد و این صاحب سوپرمارکت این کارو میکرده. یه روز میاد توی مغازه و یه تکه روزنامه ای رو پنهان میکنه یه جایی که بعداً این صاحب سوپرمارکت ببینه و میره. فرداش صاحب سوپرمارکت متوجه میشه که روزنامه اونجاست. روزنامه رو برمی‌داره میبینه عکس این مرده روی این روزنامه است و براش $10,000 جایزه گذاشتن، هر کی پیدا کنه اون رو بده به پلیس. و بلافاصله زنگ میزنه به پلیس و پلیس هم میاد اونجا پنهان وای میسه و این شخص وقتی که میاد اونو میگیرن. وقتی میگیرن به پلیس میگه اجازه هست من فقط به این صاحب سوپرمارکت میخوام یه صحبتی کنم. میگن برو. میگه اولا تشکر میکنم از اینکه منو محبت کردی، اما من خودم این روزنامه رو برای تو آوردم، گذاشتم اینجا و تصمیم گرفتم از این زندگی سخت و بد آزاد بشم و گفتم بهترین کاری که میتونم بکنم منم از تو تشکری کرده باشم، این روزنامه رو عمدن گذاشتم اینجا تا از تو یه تشکر کنم. اگر محبت میکنیم اینو بدونیم، حکمتی هم که بر روی این زمین هست مجال این رو به من و تو میده که محبت بشیم و چقدر بیشتر خدا ما رو محبت خواهد کرد. مشروطه بر این که مسیح رو به یاد بیاریم، سعی کنیم در شخصیت مسیح نیز قرار بگیریم، مانند مسیح عمل کنیم، نه مانند رسول عمل نکنیم، آسیب می‌خوریم.